بوندی. بنده آکادمی آلبرتینا پس از ماه‌ها انتظار بالاخره منتشر شد. همونطور که فکرشو میکردیم و اطلاع داده بودن، آزمون‌ها به صورت حضوریه. اما نگران نباشیم، اونقدر هم خبر بدی نیست. مفاد و محتویات این بنده ها چیه؟ برای ثبت نام اصلا باید چی کار کنیم؟ توی ادامه این ویدیو به همه اینا میپردازیم. خب این بندایی هستش که خود سایت آلبرتینا به صورت رسمی منتشر کرده. حواستون باشه که این بندو با بندوی بورسیه فرق میکنه و یکی نگیرنش، این صرفا برای ثبت نام کردن هستش. من این فایل به همراه بقیه فایل ها رو توی چنل تلگرام قرار میدم، اگه میخواستین بهشون دسترسی داشته باشین میتونین وارد چنل تلگرامشون اونجا دانلود بکنید. خب آزمون ورودی 2023-2024 اینجا ذکر شده که دوره های 3 ساله و 2 ساله یا همون لیسانس و فوق لیسانس به صورت آنلاین برگزار می شود. شما از تاریخ 26 جون تا 29 آگوست باید وقت دارین، ددلاینش هستش که از سایت ایزی داتا ثبت نام خودتون رو نهایی بکنین برای آزمون. حالا اگر روی این لینک کلیک بکنین وارد سایت ایزی داتا میشین و در ادامهش هم یک سری فایل راهنمایی هستش که بهتون توضیح داده که چیکار رو باید بکنین. تو یک ویدیو دیگه اینو حتما براتون توضیح میدم، اما فعلا میخوایم بپردازیم فقط به مدارکی که لازم داره. خب اینجا مدارکی که از ما خواسته یک فرم هستش، روش که کلیک بکنید همچین فرمی رو میبینین که باید اطلاعات شخصیتون رو پر بکنید، کجا ساکن هستین، چه سالی به دنیا آمدین. خیلی شبیه فرم A و D هستش که به کاکس تحویل میدین. قسمت دومی که میخواد مدارک هویتی شما هستش. حالا این مدارک هویتی میتونه ترجمه شناسنامه باشه یا پاسپورتتون باشه. احتمالا همون ترجمه شناسنامه یا خود پاسپورت کافی باشه. این قسمتی که میبینیم به همراه این دایره های سفید کوچولوی تو خالی، اینا برای مربوط به ما هستش که خارج از اتحادیه اروپا هستیم. اول از همه از ما خواسته شده که تو سایت یونیورسیتالی ثبت نام بکنیم، خب این خیلی مشخصه. و قسمت دوم از ما دیووی خواسته شده. دیووی همطور که میدونید بعد از اینکه ما برای ویزا اقدام میکنیم ویزامون میاد صادر میشه و اینجا هم ذکر شده که لازم نیستش که همراه با ثبت نام ارائه بشه، میتونه که بعدن هم به صورت حضوری ارائه بشه. و حالا اگه شما برای لیسانس هستین دیپلم لازمه، یا اگه برای فوق هستین لیسانس و دیپلمتون رو لازم داریم. قسمت سوم هم ترجمه و همراه تاییدات همون دیپلم و مدارک لیسانستون هست. عکس از ما میخواد، پاسپورت از ما میخواد، پرمسا و کدیچه فیسکاله میخواد. و خب اینجا هم خودش کدیچه فیسکاله رو نوشته که باید از اجنزیا دل انترات بگیریم و این هم مثل دیووی میتونه که بعدن ارائه بشه. این قسمت بعدی فقط برای بچه های داخل اروپا هستش. برای قسمت تازه ما باید یه مبلغی رو پرداخت بکنیم که اون مبلغ 15.13 یورو هستش. اون 13 نمیدونم اون چرا ازش نمیگذارن، روندش نمیکنن، ولی خب باید این رو هم پرداخت بکنین برای امورات مربوطه. نمیدونم واسه چی، به خاطر آزمون ورودیتون هستش. یه بخش دیگه هم هستش که نوشته 50 یورو، اینجا دیدین هول نشین، این برای شما نیست، برای کسایی که ایتالیایی هستن. این کلیت خود بندو هستش. هم دیگه نوشته تا 29.8 فرصت دارید. اگه به ایتالیا مسلط هستین خب میتونین این رو بخونین، اگرم که نه میتونین که با گوگل ترنسلیت به انگلیسی برش گردونین، اینطوری بهتر و واضح تر هستش. قسمت بعدی میخواییم که با همدیگه تاریخ امتحانات ورودی رو با همدیگه بررسی بکنیم.
چون تاریخشون هم برای رشته های مختلف فرق میکنه. بعد از اینکه اینجا ثبت نام کردین و همه کاراتون انجام شد، باید حالا توی اون آزمون های ورودی شرکت بکنید که حالا تو ادامه بهش میپردازیم. خب این فایلی هستش که توش تاریخ امتحانات ذکر شده، مشخص شده و چیزایی که قرار هستش که پرسیده بشه رو هم ذکر شده. عرضم به حضورتون که من این رو توی چنل تلگرام هم قرار میدم، حتما بررسیش بکنید. مورد اول رو من برای نمونه انجام میدم، خیلی توضیحات کلی و دقیقی در موردش میدم که حالا بقیهش رو هم بتونید خودتون در بیارید. اولین رشته، رشته نقاشی هستش. پریمو لیولو هم برای لیسانس گفته میشه، لیسانس هم سکوندو لیولو هم از موقع ها گفته میشه. تاریخ لیسانس 14/9 هستش، 14 سپتامبر، و فوق هم برای 15/9 هستش. تو این قسمت میبینیم که چه چیزایی قراره امتحان بگیرن. اینجا نوشته شده که فیگورا دل ویرو، یعنی طراحی از مدل زنده، و ذکر شده که حدوداً 6 ساعت وقت خواهید داشت برای طراحی، که خب خیلی دست و دل بازانه رفتار کردم و تایم کافی رو هم خواهید داشت. قسمت دوم مصاحبه هستش. مصاحبه شما از تاریخ هنر هستش، از قرن 14 تا قرن 21. خب این یک بازه تعیین کرده، خیلی راحت هستش. شما دیگه لازم نیستش که تاریخ های متفرقه رو بخونید، خیلی آسون گرفتن تو این قضیه. و پورتفولیوتون هستش که باید ارائهش بدید. این برای پریمو لیولو. برای سکوندو لیولو نوشته شده که کلوکیو، یعنی همون مصاحبه. مصاحبه شما هم با پورتفولیو هستش و همراه سی وی، کوریکولوم سی وی یا رزومه گفته میشه. و در قسمت ادامهش هم توضیح داده که شما هم باید به صورت پراتیکا فیگورا دل ویرو رو داشته باشید که همون تاریخ 14/9 برگزار میشه، و تنها فرقش این هستش که شما مصاحبتون رو یک روز دیگه خواهید داشت. اینجا هم شماره کلاستون هست که حالا خیلی مهم نیست، و این به این صورت هستش. قسمت بعدی مجسمه سازی هستش. اینجا توضیح داده که برای پریمو لیولو باید چی کار بکنید. بهتون دو تا آپشن داده، دو تا آپشن میتونید انجام بدید. حالا خیلی تخصصی هستش. اینجا نوشته که یه تکنیک کاندیداتو میتونه یک مجسمه ای بسازه با هر تکنیک و متریالی که دوست داره، یا میتونه یک ویدیویی حدود 3 تا 5 دقیقه ای چیز بکنه که یک پرفورمنسی که قبلا انجام داده، یک کاری که انجام داده رو قبل، یک مجسمه که ساخته رو به نمایش بگذاره. برای توضیحات بیشتر هم یا برای فرستادن هم آدرس ایمیل دادن. اینجا تاریخاشون هستش، در 2 روز برگزار میشه. و برای سکوندو لیولو هم یک مصاحبه ای قرار هستش که انجام بشه. خیلی راحت همه چیز اینجا توضیح داده. اگه ایتالیایی بلدین میتونین راحت بفهمین، یا اگرم نه، من همین الان بازش کردم، قبلا روش نخونده بودم. خیلی واضح هستش. پورتفولیو سی وی بعد ارائه بدید و چیزای دیگه. این برای دکوراسیون هستش. 12/9 ساعت 9 برگزار میشه. شینوگرافیا هستش، گرافیکا هستش. اینا همه رشته‌ای هستش که ارائه میدن. یه چیزی که در مورد گرافیکا باید خیلی حواستون باشه، گرافیکا یا گرافیکا دی آرت خیلی متفاوت‌تر از خیلی متفاوته با گرافیک دیزاین. دو تا مقوله کاملا جدا هستن. گرافیکا خیلی بیشتر تمایل به سمت نقاشی داره تا گرافیک دیزاین. خیلی ماهیت گرافیک دیزاین رو به خودش نداره. بچه‌ها که میخوان گرافیک دیزاین بخونن حتما حواسشون به این قضیه باشه. و نوا تکنولوژیا د آرته و کومونیکاسیون فلان، نمیدونم مثلا چیه، چیز جالبی باید باشه.
خیلی باحاله. و به همین صورت این تاریخ امتحاناتی هستش که برگزار میشه و حتما چکش بکنید و همطور که تو قسمت قبلی هم توضیح دادم ثبت نامتون رو میتونید نهایی بکنید.